خیلی از ماها که از ایران خارج شدیم برای یه درد مشترک بوده، نبودن آزادی، نداشتن حق انتخاب برای حقوق اولیه‌مون، حتی نداشتن حق انتخاب پوشش، انتخاب شغل، شغل مورد نظر، نرسیدن به رویاهامون و خیلی چیزایی که واقعا تو زادگاه خودمون نمیتونیم به دست بیاریم و مجبور شدیم کشور خودمون رو ترک کنیم. قبل از کشته شدن مهسا امینی تمام فعالیت‌های هنری که من داشتم تمرکزم برای نشون دادن این تبعیض علیه زنان در این 43 سال بوده، مثل خوندن ترانه شال سفید و ترجمه اون برای مردمی که اینجا خیلی راجع به ایران نمیدونن، ولی ما باید همیشه نشون بدیم که داره چه اتفاقی میفته داخل ایران و دلایل خارج شدن ما از زادگاه خودمون چی بوده. بعد از انقلاب ژینا، بعد از کشته شدن معترضین، اعدام‌هایی که همچنان داره صورت میگیره، مردم جهان تقریبا متوجه شدن که چه خشونتی علیه مردم ایران در حال وقوعه و همچنان ادامه داره. بنابراین ما نباید این فرصت رو از دست بدیم و از تریبونمون استفاده نکنیم برای نشون دادن جنایاتی که هر روز داره اتفاق میفته. خب چه چیزی بهتر از هنر که زبان مشترک مردم جهان هست؟ شعار زن زندگی آزادی که میتونه یک کلید واژه محسوب بشه برای ما، برای این انقلابمون. خود من همیشه سعی کردم اون رو در برزیل که الان میشناسن دیگه، خوشبختانه کسایی که شرکت میکنن توی اجراها یا مصاحبه ها رو میبینن میدونن وقتی ما میگیم مولیر ویدا لیبرداجی، یعنی داریم حرف میزنیم از زنان ایران، از اتفاقهایی که در این مدت در ایران افتاده، خشونتهایی که داره صورت میگیره. و این باعث شده که مردم جهان حداقل بیتفاوتی رو کنار بگذارن و من تأثیرش رو میبینم. بعد از هر اجرا میبینم که مردم چقدر ناراحتن، میبینن، سوال میکنن، غمگین میشن، میگن تا کی میخواد این ظلم ادامه پیدا کنه. و تا وقتی که این ظلم ادامه داره، ما هممون مسئولیم، هر کدوم از ما که تریبون داریم. خودمون رو نباید دست کم بگیریم، موقعیتی که داریم رو نباید دست کم بگیریم و باید استفاده کنیم برای اینکه تحت فشار بذاریم کشورهای دیگر رو برای ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی. و خود من تمرکزم این بوده که ترانه‌ای که الان انتخاب میکنم و میخونم و مشخصا هم ترجمه میشه، مثل آخرین ترانم به نام زن زندگی آزادی که میگه رویاتو باور کن، حتی اگه امروز دنیا برات سرده، جنگیدی و جنگت تعبیر رویاتو نزدیکتر کرده. ما داریم مبارزه میکنیم هممون و تا اینکه به هدفمون نرسیم دست از مبارزه نمیکشیم و همیشه باید رسوا کنیم این حکومت رو، این حکومت کودک کش رو،